در کانادا به همه درآمدهایی که با سرمایه‌گذاری‌های مختلف به دست میاد، مالیات تعلق می‌گیره. حالا این درآمد میتونه بابت سود سپرده‌ای باشه که توی بانک گذاشتیم یا خرید و فروش سهام یا حتی بیت کوین و رمزارزهای دیگه. اما شاید براتون جالب باشه که یه راه هم داریم که به ما امکان میده سود سرمایه‌گذاری‌های مختلف تا یه سقف مشخص از مالیات معاف بشه. تلویزیون مداد در قالب مجموعه ویدیوهای الفبا مهمترین موضوعاتی که مهاجرای تازه وارد به کانادا با اونها روبرو هستند رو مورد بررسی قرار میده. پس اگه هنوز عضو کانال یوتیوب تلویزیون مداد نشدید، لطفاً دکمه اشتراک رو بزنید و اون زنگوله کوچیکی کنارش رو هم فشار بدید تا به محض انتشار ویدیوی جدید از اون مطلع بشید. و اما حساب پسنداز معاف از مالیات. در سال 2009 دولت کانادا یه نوع حساب جدید پسنداز رو به کانادایی ها معرفی کرد که حساب پسنداز معاف از مالیات یا به طور اختصاری TFSA نامیده میشه. این حساب پسنداز به کانادایی ها امکان میده که بتونن هر سال مقدار مشخصی سرمایه گذاری معاف از مالیات انجام بدن. یکی از مزایای اصلی حساب پسنداز معاف از مالیات اینه که هیچ الزامی وجود نداره که حتما پول نقد رو وارد این حساب کنید. در واقع علاوه بر پول نقد، صندوق‌های مشترک، صندوق‌های قابل معامله، سهام، گواهی سرمایه‌گذاری تضمینی کانادا و اوراق قرضه دولتی یا شرکتی هم در این حساب قرار داره. حتی اگه دوست داشته باشید در بیت کوین و سایر رمزارزها سرمایه‌گذاری کنید، میتونید واحدهایی از صندوق‌های مشترک یا قابل معامله مبتنی بر رمزارزها رو خریداری و به این حساب منتقل کنید. مزیت بعدی حساب پسنداز معاف از مالیات اینه که لازم نیست حتما اون رو در یه بانک مشخص باز کنید. هر کانادایی بالای 18 سال میتونه یک یا چند حساب پسنداز معاف از مالیات در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مختلف داشته باشه. برای اینکه بتونید این نوع حساب رو افتتاح کنید، باید بالای 18 سال باشید، مقیم کانادا بوده و شماره بیمه اجتماعی داشته باشید. حالا شاید براتون این سوال مطرح بشه که هر سال تا چه سقفی میشه به این حساب واریز کرد و اینکه شرایط برداشت از این حساب به چه صورته. در ویدیوی بعدی از مجموعه ویدیوهای الفبا درباره جزئیات واریز و برداشت از حساب پسنداز معاف از مالیات در کانادا صحبت میکنیم.